از بچگی به هنر علاقه داشتم، پروسه خلق و به وجود آوردن برام جذاب بود. همون زمان که یه کلاس نقاشی رفتم که نمونه کاری که بردم یکی از مخلوقات هم بود، یک جادوگری بود به اسم بی بی دی بابی دی بود. سر همین کار معلم من منو به کلاس پیشرفته ها برد و خیلی خوشحال هم بودم از این موضوع. بعد کلاس رو ادامه دادم و رسید به دوران انتخاب رشته دبیرستان. اونجا مادرم موافق نبودن که من هنرستان برم، من هم رشته علوم تجربی رو انتخاب کردم. زمان کنکور و دانشگاه رسید، کنکور علوم تجربی رو که دادم رشته میکروبیولوژی قبول شدم. اون موقع برم جذاب بود، وارد دانشگاه شدم. خیلی انگیزه قوی ولی نداشتم، برنامه تمومش کردم. البته در طول دانشگاه جنبه هنری موضوعهای بیولوژی برام جذابتر بود و همیشه به این دقت میکردم. بعد از دانشگاه به این نقطه رسیدم که یا باید تو همین مسیر ادامه تحصیل بدم، که در اون صورت دو رشته رو انتخاب کرده بودم، بینشون شک داشتم، یکی بیوشیمی بود یکی ایمونولوژی، یا اینکه باید میرفتم هنر و برمیگشتم به دنیای هنری خودم. که امتحان کردم، یه دوره گرافیک بود، من یه کلاس پیش نیاز طراحیش رفتم و اونجا تصمیمم قطعی شد و برگشتم به دوره هنری. دوره گرافیک رو تموم کردم، بعد وارد دانشگاه شدم، کنکور هنر دادم، گرافیک قبول شدم، کارشناسی ارشد دانشگاه هنرنمایی. همون موقع بود که کار کردم، کار گرافیک کردم و هنر رو حرفه خودم بکنم، و اینجا بود که دیگه با هنر باید برخورد حرفه‌ای می‌کردم. و پس همون زمان از ترم 3 یه پروژه بود که روی پوست، مطالعه پوست بدن انسان داشتم کار می‌کردم، اونو بستش دادم، گسترشش دادم، بیشتر عکاسی کردم و نمایش اولم گذاشتم. پروژه پوست پروژه وسیعی بود برای من، از لحاظ صدمه دیدنش، آسیب پذیر بودنش، از لحاظ زخم دیدنش، از لحاظ سرما و گرما خوردنش. من هی نزدیکتر و نزدیکتر هم شدم. یه جاهایی رگا زد بیرون، دیگه جریان خون رو میدیدی، رگای برجسته رو میدیدی. یعنی از حریم پوست حتی گذشتم و به خاطر همین اسم پروژه بود رسواگر، چون یه رسوا میکردم، بهش هی نزدیک میشدم، ترکیب بندی های بیشتری به من میداد و این بود که من با دنیایی از تصویر روبرو شدم. آثار من از زیبایی فریبنده به دور بوده و همیشه به سمت کشف واقعیت، کشف طبیعت و آسیب پذیری اون پیش رفته. من به دنبال گوشه های کثیف و مریض جهان رفتم. در کارهای زیادی که انجام دادم هیچ وقت تابع سلیقه عام به اون شکلی که در صحنه هنری اینجا باش روبرو هستیم نبودم. تعریف من از زیبایی با تعریف عام متفاوته. در کارهام سعی کردم از فریبندگی به دور باشم و به دنبال کشف واقعیت بودم و به آسیب پذیری طبیعت هم اشاره کردم.